آخرهای شب زندان در تاریکی جنگل و سکوت اقیانوس گم می شد. وحشت مانند یک زن شرقی گیسوانش را بر فضای زندان پهن می کرد و هر کدام از ما سایه تاریکی بودیم که به دنبال تکه های نور می گشتیم. من بیشتر از هر کسی آزادی را در دود سیگارم ترسیم می کردم. گاهی اوقات در نیمه های تاریک شب مسیر 100 متری را تا حصارها می پیمودم. پاهایم را به حصارها می چسباندم و در رویای آزادی دود سیگارم را به روی شب پشت حصارها پرتاب می کردم. گاهی هم آزادی سیگار را در محبس بازوان زنی چشم بادامی می پنداشتم. این نوع توهمات که از منبعی نامشخص بر من فرود می آمدند نتیجه نداشتن جز نشستن عرقی سرد که بدنم را منجمد می کرد. با قیافه بی اعتنا به این نوع دلخوشی های احمقانه لگد می زدم و باز به دنیای درونی خودم عقب می نشستم. دنیایی پر از رازها و لذتهایی که حتی خودم را شگفت زده می کرد و دست آخر در تعادلی بین دو دنیا متوقف می شدم. کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان نوشته بهروز بوچانی روزنامه نگار و نویسنده کرد ایرانی به تازگی توسط نشر چشمه در ایران منتشر شده. نسخه انگلیسی این کتاب 2 جایزه ویکتوریا برای ادبیات و ویکتوریا برای آثار غیر داستانی رو برده که جزو معتبرترین جوایز ادبی استرالیا محسوب میشن. بهروز بوچانی جزو پناهجویانی بود که 6 سال از عمرش رو در اردوگاهی در جزیره مانوس در پاپوا گینه نو سپری کرد. این کتاب روایت وضعیت و سیستم غیر انسانی پناهجوها در این اردوگاهه که بهروز بوچانی از قصد بهش میگه زندان. آقای بوچانی در حال حاضر ساکن نیوزیلنده و اونجا منتظر رسیدگی به پرونده پناهجوییشه. حالا آقای بوچانی روی خط اسکایپ با ماست که درباره هیچ دوستی به جز کوهستان با هم صحبت کنیم. آقای بوچانی چطور شد که در شرایط سخت اردوگاه به فکر نوشتن این کتاب افتادید؟ ببینید خب این ربط داره به تاریخ زندگی که داشتم در اون جزیره به خاطر اینکه حالا برای سالها چون می نوشتم به زبان ژورنالیسم و از اونورم در واقع نقدی که داشتم به نگاه سازمان‌های حقوق بشری و نگاهی که به پناهنده‌ها دارن و این باعث شد که سعی کنم اون زبانی که سازمان‌های حقوق بشری دارن استفاده می‌کنن نسبت به پناهنده‌ها و زبانی که دولت استفاده می‌کنه و همینطور زبان ژورنالیسم همه اینا رو بتونم در واقع دور بزنم و با یه زبان دیگه‌ای صحبت بکنم و این نوشتن کتاب حالا و تکیه کردن به زبان ادبیات برام خیلی مهم بود که بتونم در واقع با یه زبان دیگه این داستان رو بگم و در واقع منتقل کنم. و این که حالا چرا کتاب نوشتم، به هر حال کتاب فکر میکنم که از بعد تاریخی برام خیلی مهم بود که ما بتونیم اینو در واقع ریکورد کنیم، این تاریخ، این زندان رو، هر چند که هدف ریکورد کردن برای تاریخ نبود، چون چیزی که برای ما بی اهمیت ترین عنصر برای پناهنده تاریخ است و چیزی که مهم بود این که پناهنده بتونن از اون جزیره خارج بشن. حالا این که این کتاب چه تأثیری داشته اون حالا یک موضوع جداگانه است. شما گفتید که نمیخواستید از زبان روزنامه نگاری برای روایت داستان کتابتون استفاده کنید، چون زبان روزنامه نگاری رو شبیه زبانی میدونستید که بخشی از قدرت حاکم است که دارید باهاش میجنگید. نتیجه ای که ما در کتاب میبینیم نثریست که خیلی جاها شاعرانه است. چرا زبان شاعرانه رو برای کتابتون مناسب دونستید؟ اتفاقی که افتاد این بود که زبان ادبیات به عنوان یک زبان قابل فهمتر از نظر اینکه بتونه مردم ارتباط برقرار کنن باش و یک زبان آزادتر و یک زبان در واقع عمومیتر، یعنی درک من از زبان ادبیات این بود و به خاطر همین سعی کردم با یه زبانی کار بکنم که ارتباط بیشتری برقرار بشه
و این به خاطر همین خب حالا کتاب همچین زبانی نوشته شد. در نقدهای فارسی مطرح شده که کتاب رمان نیست و نشر چشمه نباید اونو به عنوان رمان عرضه میکرد، در حالی که منتقدان انگلیسی زبان معتقدند که کتاب شما فراتر از خاطرات و یادداشت میره و باید اون رو در زمره آثار برجسته ادبیات زندان قرار بدیم. خودتون دوست دارید که روایتتون در کجا قرار بگیره؟ اصلا اینکه در ژانری قرار بگیره برای شما مهم هست؟ نه ببینید، اصلا ما نباید فراموش کنیم که اصلا هدف از نوشتن این کتاب چی بوده. در واقع هدف از نوشتن این کتاب خلق ادبیات نبوده، هدف از این کتاب در واقع افشاگری این سیستم بوده و ما اون بعد خبریش هم باید اهمیت بدیم. هدف از این کتاب این بوده و ما نباید فراموش کنیم که در واقع زمینه اصلی این کتاب سیاست هست و ما در مورد یک امر سیاسی صحبت میکنیم. و حتی من همیشه گفتم حتی نوشتن یک شعر عاشقانه در حالا جزیره مانوس توسط هر کدام از پناهنده ها یک نوع در واقع اکت سیاسی هست، چون شما اون ذهنیت در واقع اون پروپاگاندایی که ایجاد شده بر ضد پناهنده ها، که پناهنده ها رو در کنار مفاهیمی همچون تروریست، مجرم، متجاوز و خیلی این نوع تعابیر منفی تعریف میکنن، وقتی شما یک شعر عاشقانه مینویسید یا وقتی شما یک آواز میخونید و این رو از اون جزیره خارج میکنید و منتشر میکنید، در واقع شما اون ذهنیت رو به چالش کشیدید، شما اون پروپاگاندای دولت رو به چالش کشیدید و شما خودتون رو به عنوان یک انسان تعریف میکنید. و این فکر کنم در نهایت هم در جزیره مانوس این اتفاق افتاد که در واقع پناهنده ها به دست به یک نوع میتونیم بگیم یک مقاومت و یک نوع ریاکشنی زدن که حالا کار من تنها بخشی از این مقاومت بوده و خیلی از پناهنده کار هنری قشنگی انجام دادن، خیلی از پناهنده در واقع تولید کردن، دست به تولید و خلاقیت به خرج دادن و این نهایت ذهنیت راسیستی سیستم حاکم رو به چالش کشید. تو حرفاتون به مقاومت اشاره کردید، قبلا هم گفته بودید که نوشتن برای شما عمل مقاومته و راهیه برای جنگیدن تا هویت و کرامت انسانی رو بازپس بگیرید. ممکنه در این مورد بیشتر توضیح بدید؟ در واقع این سیستم به هر نوع عنصر زندگی بخش و هر نوع عنصری که یک زندانی یا یک حالا پناهنده که از دیدگاه اونا تقلیل پیدا کرده به یک شماره، احساس آزادی بکنه، احساس رهایی بکنه و احساس کنه که یک انسانه. سیستم با این مخالفه، سیستم میخواد کنترل کنه. حالا در این فضا این کتاب یا تمام کارهایی که پناهنده ها انجام دادن، حالا چه فیلم بوده، هر نوع کار خلاقانه ای بوده، یک نوع هویت خواهی است و یک نوع در واقع تاکید و اصرار بر اون هویت انسانیشون هست که سیستم میخواد اونو بگیره و در خیلی هم گرفته. بعضی از منتقدان فارسی زبان گفتن که شما تو کتاب با عناوینی که حالت انتقادی داره از پناهجوهای دیگه نام میبرید و رفتار و شیوه زندگی اونها رو تو اردوگاه با یک نگاه انتقادی دارید روایت میکنید. پاسختون در برابر این انتقادها چیه؟ این یه نگاهی که اصلا من یک بارم ندیدم در هیچ جایی در فضای انگلیسی زبان که یک نفر به این اشاره بکنه و همه در واقع خیلی اتفاقا این خیلی نکته برجسته‌ای بوده براش، یعنی به عنوان یک تعبیر شاعرانه بهش نگاه میکردن. به هر حال اونا نگاه دیگری به پناهنده دارن و خیلی متفاوت هست با نگاهی که حالا مثلا در خاورمیانه به پناهنده دارن.
چون به یک تاریخ متفاوتیه و یک ادبیاتی شکل گرفته اینجا در مورد پناهنده، در حالی که در ایران ما اصلا پناهنده رو حالا میبینیم دیگه در چه وضعیت خیلی تأسف برانگیزی زندگی میکنن و چه نگاهی به پناهنده ها وجود داره. در اینجا درست هست که حالا بخشی از جامعه، بخشی از حالا حکومت ها این نگاه، ولی از اون طرف ما هم کسایی داریم که نگاه دیگری به پناهنده دارن و این در واقع یک تعریفی بوده در برابر هم ذهنیت اون دولت که پناهنده رو به عنوان چهرهای شیطانی تعریف میکنه و از اون طرف هم سازمانهای حقوق بشری که یک ذهنیت و نگاه رمانتیک دارن و پناهنده رو به عنوان فرشته نگاه میکنن، در حالی که پناهنده انسان هستن با تمام حالا زشتی ها و زیبایی هایی که وجود داره و فکر میکنم هیچ کدوم از کاراکترهایی که تو این کتاب هستن به خود به خودی خود در واقع به آدم های چیزی نیستن، منفی نیستن، خیلی انسان های زیبایی هستن به نظرم. بعضی انتقاد میکنن که چرا شما کتابتون رو با حذف بعضی قسمت ها در ایران چاپ کردید و به نوعی تن به سانسور دادین؟ ببینید در مورد ایران من فکر میکنم در واقع یعنی هم کتاب و هم کتاب صوتیش کاملا قبول دارم این در واقع خلاف اصول بود. خب یعنی احساس میکنم که حالا مهم هست این کتاب خونده بشه در ایران به خاطر اون بود، نه به خاطر بود در واقع اهمیت موضوع و این یک نکته بود که حالا به هر حال تحت اون درخواست هایی که بود این اتفاق افتاد و من فکر میکنم این اتفاق در واقع خلاف اصول بود و خلاف اصولی بود که من خودم به هر حال وقتی از یک کشوری رو شما ترک میکنید، یک سیستمی رو شما رد میکنید و ترک میکنید اونجا رو و دوباره بیاید در همون فضا حالا یک کتابی رو منتشر کنید. حالا بعدا هم آقای نوید محمدزاده هم خوندش که من واقعا متاسفم از این بابت، چون به هر حال هر کسی آزاد هست در بیان عقاید سیاسی خودش، ولی خب من فکر کنم که عقاید سیاسی من یا حالا افکارم خیلی فاصله داره با آیه محمدزاده. و یه نکته دیگه که هم دوست داشتم اشاره کنم اینه که به هر حال تحت تاثیر اون فضا که در اون قرار داشتم یک انسان دچار یک نوع حالت انتزاعی میشه و خیلی انتزاعی نگاه میکنه به مسائل و این نقدا کاملا وارد هست و من متاسفم از این بابت. کلن اگر این فرصت یک بار این اتفاق یک بار دیگه بیفته قطعا من این کارو نخواهم. وقتی که در مانوس بودید گفتید که تو این وضعیت نمیتونید درباره تجربه های شخصی دیگه انسانیتون مثل عاشق شدن و زندگی بنویسید تا زمانی که باید راوی این وضعیت غیر انسانی خودتون و بقیه باشید، اما وقتی که انسان رها و آزادی شدید درباره چیزهای دیگه هم مینویسید. الان رها هستید و انسان آزادی هستید، باز هم نیاز به نوشتن رو در خودتون حس میکنید، چه برنامه ای دارید؟ در اون وضعیت که ما در یک وسط یک بحران رسانه‌ای و حقوق بشری قرار داشتیم، خب طبعا نمیشه صحبت کرد و حالا در مورد خودت صحبت کنی یا از این بحثا. و الان هم چیزی که وجود داره اینه که الان به هر حال زندگی به شکل دیگه است و من فکر کنم یه فصل دیگه است از زندگی و حالا کاری که الان انجام میدم بیشتر با کارهای آکادمیک هست و حالا داستانم مینویسم، ولی خب فعلا تمرکزم رو کارهای آکادمیک هست و با دانشگاه ها کار میکنم. بهروز بوچانی، ممنونم که با ما بودید.